سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیو دیگر از سری ویدیوهای علوم غریبه لای تنهایی در خدمتتون هستم و عزیزانی که دنبال کننده کانال من نیستن لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنن دنبال کنن، برای من کامنت بنویسید خیلی خوشحال میشم، زنگوله رو فعال کنید که جز اولین ها باشید که ویدیو رو دریافت میکنید و برای ویدیو لایک بگذارید، اگر دوست داشتید به اشتراک بگذارید. بریم سراغ آموزش طلسم بدون هیچ وقفه ای و طلسمی که براتون آماده کردم جذب جنس مخالف. جذب جنس مخالف طلسم به این شکله، نه به اون شکل وارونه می‌نویسید. جذب جنس مخالف یعنی چی؟ یعنی اینکه عمومی هست، یعنی اینکه هم خانم میتونه بنویستش، برای همیشه برای خانم نوشت، همیشه برای آقا. این طلسم در ساعت کوکب طالب نوشته میشه، نه مطلوب، دیگه مطلوب وجود نداره این وسط، و برای یک شخص خاص نوشته نمی‌شود، فقط برای عمومی، یعنی خانم ها میتونن بنویسن. بخورش هم سندروس هست، گفتم به وقت ساعت شخص طالب نوشته میشه و بر حسب طبع اون شخص هم نوشته میشه. اگر آتشی آتش میزنید، اگر خاکی دفع میکنید و الی آخر هما. این هم از شماره واتساپمون هست، این هم از شماره تلگرام، این هم اینستاگرام. عزیزان من، این طلسم در روزهای نحس نوشته نمیشه ولی در ساعت نحس نوشته میشه. چطور؟ الان میگید چطور اینجوری میشه؟ مگه میشه؟ بله عزیزان من میشه. کسی که طبع کوکبش مثلا زحل هست، زحل میدونیم نحس هست دیگه، درسته؟ میتونه در ساعت زحل بنویسه ولی در روزهای عمر در اغلب نوشته نمیشه. بعد گفتم خدمتتون بخورش سندروس هست و خیلی هم ساده و پیچیده است. طلسم از اینجا شروع میشه و میاد پایین، یک دور میزنه، میاد پایین یک دور میزنه، میاد پایین و یک دور میزنه و میاد تا اینجا و تا اینجا. تحسین و اسراف ندارد این طلسم. بخورش هم گفتم سندروس برای صدمین بار، خودم تکرار میکنم نمیدونم چرا. و وقتی اینو تموم کردید میاد اینو میزنید، این رمزو میزنید و میاد پایین و تا اینجا. این یه چیزی به حرب نوشته میشه دیگه، به همین بزرگی نوشته میشه. این یک حرف رمزه، این هم یک حرف رمزه که به این شکل است. حالا من زوم میکنم تو ویدیو براتون و اینجا حرف یک، اینجا حرف 11 ولی به این شکل، اینجا 82. اینا رو به ترتیب نمیخواد بنویسید، هر کدوم اول نوشتید اشکال نداره، فقط اینها هیکلی طلسم و اسکلت طلسم رو باید به ترتیب، این اول این دوم دیگه. اینم اینم میشه تقریبا سبق غلب و این مسحور تقریبا و زیرش 3 نقطه است و این برتس ولی زیرش نقطه است و اینجا هم این شبیه سحب هست که سحب نمیشه میشه ولی منظور چیز دیگه است. معذرت میخوام. این نقطه رو باید گذاشته بشه، یادتون نره. و این عدد هم 7، این 1، این 11، این 9، این 82 و چیز خاصی دیگه نداره. طلسم قدرتمندیه، جذب عجیبی داره، امتحانش کردیم و مجرب هست. برید حالش ببرید. استاد برهان دوستتون داره خیلی زیاد و شما هم میدونید بدون اینکه بگم. و بازم معذرت میخوام که یعنی کلا کم پیدا هستم، مشکلات زندگی زیاده، نمیرسیم به زندگیمون برسیم، نمیرسیم به مراجع کننده برسیم و نمیرسیم به خیلی چیزها و شما هم تواجدتون کمه دیگه. اینم نگفته نمونه، از خدا چه پنهون، از شما هم چه پنهون، تواجدتون کمه. من دارم میبینم بعضیا دارن، ببخشید بذار دلمونو باز کنیم، بعضیا دارن براتون یه سری چرندیات میارن و خودشون نقض میکنن حرفاشونو، اصلا یه حرفایی رو میزنن که اصلا آدم خجالت میکشه. به خدا بنده خدا قسم، حالا کاری ندارم از بحث این بحث یکم فاصله بگیرم. یه بار یکی به من زنگ زد، سلام، گفتم سلام بفرما، گفت شما استاد برهان دعات میشه ترس نویسی دعا نویسی و این حرفا. گفتم خب چی شده، من دعام نمیشه اصلا کلا. گفت اگه گفتی من لباسم چرنگی، فکر کنم گفتم بهتون، اگه گفتی لباسم چرنگیه، برای اولین بار اینجا این از دهنم در میاد. گفتم گم شو کثافت عوضی. گفت چرا میگی استاد؟ بهش گفتم یعنی من 15 سال از عمرم، 17 سال از عمرم گذاشتم که و درس خوندم و بدبختی کشیدم تا ترستم به این علم و به اینجا برسم که بتونم تشخیص بدم پیرهن تو چرنگیه. یعنی تو این علوم متافیزیک و این علوم غریبه رو اینقدر کوچیک میبینی که مسخرش میکنی؟ علوم متافیزیک آدمهای بیگراهی رو از چوبه دار وردن پایین، وقت برای تو اونو به تمسخر میگیری که پیرهنت چه رنگیه؟
یعنی اینقدر دیدی این بیدر و پیکره که من بشیرم ببینم چرنگی لباس تو. و در مورد اون عزیز علی که میگم، یه سری چرندیات، با عرض معذرت من از این واژه استفاده میکنم، چرندیاتی دارن تعبیرتون میدن و شما کلا استاد و منظورم نمیاد، ولی زورم میاد از این که غافلید. یه چیزایی تعبیرتون میدن که خودتونم دیگه اگه برید تو بحر حرفاتون خودتونم بعضی وقتا به خودتونم میخندید. شخص خاصی رو نمیگم بلا نسبت شما، ولی دارم یه علم ناب براتون میارم و متاسفانه تواجدی که باید باشه نیست. بخاطر همین آدم روحیش خراب میشه دیگه. من بارها گفتم ولی مثلا اینکه شما گوشتون بدهکار نبود. در هر صورت بازم هستم کنارتون، من دوستتون دارم و میدونید چه ارادتی بهتون دارم و حالا هم بازم میگم دوستتون دارم خیلی زیاد اندازه وزش باد. خدا بزنه من.